خب بیندای گرامی، امروز در بازار چی خبر؟ سر زدیم به سوپر فود مارکت که واقعا یکی از فروشگاه های بی‌نظیر هموطنان ما در منطقه اسکاربروز و بسیار چیز ابتکار جالبی که کردن اینا. برای بار اول میبینیم که بخش میوه و تمامش میوه است فکر نکنیم، بله بخش میوه را در بیرون از مغازه قرار دادن و در بغل هم که میبینیم یک هموطن ما نشستن مصروف کار هستن و اینا آب میوه تازه درست میکنن که فصل تابستان است و در تابستان بسیار خوب است که اگر بتانیم ما و شما استفاده عظمی کنیم تا آب میوه بخوریم و انرژی کافی برای خود بگیریم. و اینجا که میبینیم اینا نشستن و آب میوه درست میکنن. سلام علیکم، صحت شما؟ سلامت، جان شما جور. خب شما خوب هستید؟ مصروف چی کار هستین؟ مصروف اسمودی علی هم تربوز، خربوزه، زردک، سیب، مالتا، انار، هر چیز دیگه خواستم. یعنی از صبح تا شام دیگه مصروف آمی میوکشن هستین؟ و چطور است مارکت؟ هموطنان ما میاین سر میزنن؟ فروشات خوب است؟ خوب است. فروشات خوب باشه، معمولا هموطنان با یک چیز دیگر هم پرسان میکنند. قیمت ها میگن چطور است؟ قیمت ها خوب است، $3-$4. نظر به میوه است؟ نظر به میوه است. حالا شما فعلا دارین خربوز و خربوزه و هم خربوزه از همون خربوزه های به اصطلاح طالبی که میگن خورترک ها؟ آه دیگه خورترک هاست، کلان آمد کلان جور میکنه، هر کدام میره که خودش مردم خواسته باشه. چنان هر چیزی گازیر داریم، گازیر رو جور میکنیم. موفق باشین. سلامت بود، تشکر. یعنی بیندای گرامی ببینه که همه چیز پاک صفاست که تو نشه که شما فکر کنید که نظافت در نظر گرفته نشده. یعنی فقط کافی است که بیاین اینجا یک چیز دیگه هم دیده میشه، این یوش کشیده نمیشه. خب رواش رواش و چند چیز میکس میشه برای رژیم و چیزهایی که میگیرن، مثلا لبلب و رواش و سیب و زردگ و اسفناج، پالک و مثلا جنجر، چند چیز خیلی میکس میشه. باز میکنم باز اینا برای فایده هم گوره کدام چیز داره یا که من دایبتیک کسی داشته باشه، رژیم داشته باشه، برای شما خوب هست. پس خوب است کسایی که رژیم غذایی هم دارن بیاین همیه سر بزنن، ایواز از این که گوشت بخورن، ایواز از این که غذایی غیر سی بخورن، باید پروتین از کلش دیگه، تابستان است، از زمین آب میواز زمستان هم است، تابستان هم دارم زمستان داخل میدیم. زنده باشی. سلامت باشی. پیشتر بیندای گرامی از آب میوه انواع و اقسامش گفته شد، اما فراموش شد که از آب مالته هم یادآوری شد. آب انار هم هستن. یعنی بیندای گرامی برای شما وعده میکنیم اگر بین این شما هر روز یک گلاس آب میوه بخورین، طراوت و تازگی رو به دست میارین و انرژی و انرژی واقعی رو میگیره، نه انرژی که در جوسایی که در بازار فروخته میشه و هیچ کدام از اون مواد طبیعی نداره. اینه کارتن های هم در اینجا دیده میشه و این برادر ما کارتن هم به دستشان است. تقریبا امروز چند قسم هم شما دارین در اینجا؟ ما 3 قسم هم داریم. بله، نظر به مارکت از اگر مارکت شه هم خوبش هست، هم چیزی سیانه میشه، هم خوبش هست، هم خریده میشه و هم قیمتش هم قیمتش $12 هست. باز اکتی شب پایان اومد $8 هست، هر رقم هم داریم. نام خدا چطور است فروش ده اینجا؟ فروش خوبش هست. همه بیشتر هم وطنهای ما میخیره یا ایندیا؟ والا ما فکر می‌کنیم ایندیا بیشتر هم می‌خوره. زیاد می‌خوره. هم دو رقم هم داریم. یک قسم هم داریم. بله، از کلان کلان تر. کلان ترشان است. ایندیستا. ایشام ایندیستا، ایشام ایندیستا. ایندیو افغانی زیاد می‌خوره. بله. شما چطور روز یک دانه خو می‌خورین؟
ما با از ما هر دقیقه میخوره گرم. اشتیای خوب نوش جان، خدا نگهدار. این باز خوب از بینده گرامی که آجی صاحب نیاز هم باز در اینجا پیدا کرده. آجی صاحب سلام علیکم. برکوت آمدیم بر سودا. ماشاءالله مارکت افغانی بسیار، یک مارکت بسیار سطرب پاک، بسیار کلان، گوشت، مواد خوراکه باز که اینجا دوست دارید. شما سلام علیکیتان کنید. خب بینده گرامی، افغان سوپرمارکت یک پروژه تقریبا متفاوت هست. در اینجا قسمی که میبینین هر بخش جدا هست، بخش لبنیات هست، ببینین چقدر خوب پاک منظم چیده شده. بخش بخش نشان میتونم و در این بغل بازم شما که میبینین بخش میوه هاست که بسیار مقبول، منظم، پاک، صفا چیده شده. و همونطور که پیش میریم البته در بالا میبینین بکس های سفری هم هست، من قیمت هایش نمیفهم، ولی اینجا خوب است این قیمت ها نشته کردن که بکس های خود $50 مشخص از وقت $50 نشته کردن، حتما کوالیتی و کیفیت هم خوبتر میباشه. شما تو که آجسته ایست پیش میرین ببینید در او بالا دیگاه بخار و ترموز و دیگاه آشپزی همه چیز موجود است. و در این بخش دیگه هم میبینیم که ترکاریست و ترکاری هم قسمی که شما میبینین بسیار تازه معلوم میشه و ما تا ایسای سا پیش میریم که ببینیم دیگه چی چیزایی را سوپر مارکت دارن. اینجا هم ببینیم که بخش مخصوص است برای نان هایی که قبلا پخته شده و فقط شما گرمش میکنین، و این بخش هم ببینیم که غذای یخ زده است که شما میتونین استفاده کنین. و این خوب است این دهی بخش هم ببینیم که انواع و اقسام روب بانجانلومی و جوس و هینا گذاشتن که واقعا منظم است. همین مغازه‌ای که آدم داخل میشه وقتی که میبینه که بسیار منظم است خوش آدمه. و در این قسمت هم ما میبینیم بینای گرامی که وسایل آشپزخانه است و دیگای کلان که یک هموطن ما یک روز گفتن که دیگ کلان کار دارن، و اینجا که ما میبینیم اینه خوب است که دیگاه بسیار خوب کلان آشپزی موجود است که میتونن وطن ها اگه لازم باشه از یه خریداری کنن. و در این بخش هم ما میبینیم که ظروف آشپزخانه و ظروف پلاستیکی است. و در همونطور که پیش میریم البته بخش آخر دکان است، پیش میریم میبینیم که اینجا هم جا گذاشتن برای انواع و اقسام برنج هایی که از هموطنان ماست که گذاشتن. ببینید که از هر کمپانی برنج است، برنج رست است که من تازه میشنوم، و هر قسم برنج که شما خواسته باشین فکر میکنم که در اینجا وجود داره. و اینجا میبینیم که این برنج سلیم کاروان شما در اینجا هستن و اقسام برنج سلیم کاروان هست. مثلا در اینجا شما بینده گرامی که میبینین همه چیز وجود داره. و در این سکشن هم میبینیم که مخصوص به اصطلاح چای و بوره و همه چیز در اینجا بسیار مقبول چینده شده. و بخش ها یعنی خوبیش ایست که هر بخش جدا جدا ساخته شده که اگر شما مثلا چای کار دارین، شما در این سکشن داخل میشین انواع و اقسام چای که از هموطنان ما وارد کردن، بیشترش فکر میکنم که وارد هموطنان خود ما وارد کردن، در اینجا وجود داره. و در این بخش هم این خوب است که میبینیم انواع کلچه و چاکلیت و همه چیز وجود است. شما خود تماشا کنیم
خب به بخش دیگه داخل میشیم. اینجا میبینیم که انواع و اقسام آرد است. آرد است و به این طرف هم با میبینیم که این توشیباب و مثلا اما چیز در اینجا است. و جوان بسیار کاکه نازنین را هم میبینیم پیشنیم آمدن که دوست داریم با اینا هم صحبت کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. چطور هستین؟ بسیار خوش آمدین. زنده باشین. ساعتان خوب است. محبت کنین خدا برای بیندای گرامی ما یک معرفی کنین. من عمر مختار غرزه هستم، منیجر فلور منیجر در سوپر فود مارت. خوشحال شدیم که شما را داریم امروز همراه خود. تشکر. باشه که یک توضیح بدم بیندای گرامی، نامش گفتن نام مختار عمر. عمر مختار. بله عمر مختار. خب که اشتباه نشه، چون که ما هم داریم مختار عمر که ژورنالیست شناخته شده ماست که در تلویزیون با ما هم کار هستن. خب ببین مختار جانم، تو پس بریم برای ما تعریف کنیم، بریم قسم کنیم که چی چیزای دیگه داریم که ما تا حالا نگفته باشیم در این بخش. بله پیشتر خودتان اشاره کردین که سکشن مثلا ترشی باب و گارلیک پیست و انواع و اقسام کن باب هست، مثلا مواد که در کن تر شده است مثل ترشی زیتون و ترشی بابی که در خانه و آشپزخانه خواهرای عزیز و خانمای عزیز استفاده میکنند. و همچنان در طرف دیگه اگر متوجه باشین انواع و اقسام آرد و آردهای برنج و آردهای آتی و آردهای مخصوصی که در پخت و پز استفاده میکنند. این چی است؟ یا کس از آلو بخارا معلوم میشه. از خدا وطن ما شما از بغل. یه بیندگرامی بسیاری میفتن که آلو بخارا ببینین ناب خدا که اما تو بود گفته مردمای عادی ما بوجی بوجی نام خدا چی است؟ فریوان در خدمت بریم اما توسته است قسم کرده برین که دیگه چی دارین دی دسته چپ چی دارین اینجا رو خود تعریف کردین به اینجا چی دارین؟ بله اینجا قسمت روغن های مختلف از کمپانی های خود ما و شما است وارد کردن و اما وقتا ما روغناتی که استفاده میشه مثل روغن سانفلاور اویل، روغن های اولف اویل. این اولف اویل خود وطنی خود ما نیست؟ نه خیلی از کمپانی دیگه است، مطابق سر کوالتی خوب است، از او خاطر ایران کوشش کردیم داشته باشیم. خب برای ما دیروز هفته پیشتر رئیس اتاق برد اتاقای تجارت ننگرهار زنگ زده بودن. بله. و اونا گفتن که ما میخواییم که مارکت داشته باشیم برای روغن زیتون ننگرهار که واقعا یکی از روغنهای بی‌نظیره. چی خوب است که شما یک تلاش کنید که اگر بتانید که روغن زیتون وطن خود ما را هم به اینجا بیارید. بسیار خبر خوش دادن. حتماً من شمارشان را برتان میتونم برتان تماس بگیرین. حتماً. و چند چیز دیگه رو اونا گفتن که به استاندارد بین المللی است. فقط بازاریابی میخواییم داشته باشیم. ما این حال خوب است شما رو پیدا کردیم آقای عمر که شما در این رابطه چیم پیش بریم که بفرمایید چه دارین دیگه برای بیندای ما. بخش روغن خلاص شد بیندای گرامی و این چای ها و اینا رو خوب برای شما معرفی کرد. اینجا بخش بسیار جالب است بیندای گرامی که کلش اصل است. اصل است و اصل های گوناگون است از کمپانی های مختلف و کوشش کردیم که ما هر کوالتی هر قیمت بیاریم اینجا که امتنان عزیز ما بتانان افورد کنن برای خریدنش. بسیار خوب بسیار خوب. یعنی از هر کمپانی است تقریبا. بله کوشش کردیم ما چند کمپانی مشهور و تاپ کوالتی که برای ما شناخته شده داشته باشیم. میریم اون طرف معرفی کردیم بین این طرف میریم. بفرمایید شما بوی نانم ببینیم و میگه که یک کوچک اگر خب اینجا را هم میریم. اینجا هم بیندای گرامی مسالجات است، چیزی که من همیش در تلویزیون برای شما میگم که سعی کنید که خود با این مسالجات عادت بتین و یقین داشته باشین که ساعتتون خوبتر میباشه. ببینین ایل چای دارن مثلا ماستر سیز هست که بسیار سهی میباشه. یک چیزی را من میخواییم بیندای گرامی امیجا برای شما توضیح بتون که میخواک شما برای ما بیارین جلو. بله بله. اینی بیندای گرامی میخک هست، این نام انگلیسی شما برای شما نشان میتونم. آیا شما میفهمید بیندای گرامی که میخک چی فایده داره؟ شما تنها میخک برای استفاده در مسالی برنج استفاده میکنین، در حالی که از هر ده نفر پنج نفر ما میشنیم که میگن ما سنگ گرده داریم. و همین میخک بیندای گرامی اگر شما میده کنین بکوبین به اصطلاح عادی
یک قاشق چای خوری را شما در یک ترموز چای داغ بگذارین، برای یک 20 دقیقه بگذارین، بعد از او یک گلاس از جوس از زیره بخورین، ما برای شما وعده میتونم که حکمت پروردگار عالم که دیگه سنگ گرده در وجود شما دیده نمیشه. و همچنین مثلا در رابطه با از این هم برای شما قبلا گفتیم بیندای گرامی که دالچینی هم فایده های خود داره، و شرطه که شما این از این سکشن هایی که از استفاده کنین و فایده ایش ببینین. زد چوبه مثلا هر کدام از اینا فایده های خاص خود داره. این سکشن هم میبینیم که بسیار جالب است، آقای عمر برای شما معرفی میکنه. فکر میکنیم که اینجا هم انواع و اقسام مسالجات هندی و پاکستانی است، و همچنان سکشن اول از مسالجات افغانی خود ما و شما بود، و پالوی از اگر دوست داشته باشن چیکن بریانی و گریوی های هندی جور کنند به شکل هندی، بسیار مسالجات خوب انواع و اقسامش اینجا موجود است. خب یعنی سکشن اول که ما دیدیم، این سکشن این تقریبا بیشترش تولیدات وطن خود ما، تولیداتش به حساب از کمپانی خارجی است، مثلا زایکا تا مواخصم مسالجات است که ما به در برنامه روزانه خانم ها استفاده میکنن در پخت و پز روزانه خود. باز در پالویش از مسالجات کشور نان های هندی و پاکستانی همچنان موجود است. این بخش چی داریم؟ در این بخش این مگیس که به اکثر جوان ها و نوجوان های ما با مگی عادت داره، آش و مکرونی است دیده میشه، اون حبوبات هست که شما میبینین بینده گرامی، قیمت های بسیار خوب و حبوبات بسیار کوالیتی. شوشش میکنیم کوالیتی شما سب یک پاکت نخود، یک پاکت لوبیا، یک پاکت لوبیا سفید کنار هم قرار بدین. بله. دارین؟ بله بله. این نخود شد بینده گرامی، و این هم لوبیا سرخ پالیش میمونم برای شما میگم که فایدهش چی است. لوبیا سرخ، لوبیا سفید. بیدای گرامی، شما اگر هفته یک بار به اصطلاح یک پوند نخود سفید، یک پوند لوبیا سرخ و یک پوند هم لوبیا سفیده، شما بجوشانین، خوب صحیح بجوشانین، بخار بدین، و بعد از او از طرف شب آب شب بخورین، شما یک احساس بسیار خوبی در بدنتون میکنین، خونت بسیار تصفیه میکنه، رگها رو پاک میکنه، چربی رگها رو از بین میبره، و این ما خودم شخصا تجربه کردیم. چی داریم به این قسمت آقای عمر؟ این قسمت همچنان سیزنینگز و مسالجاتی که در دیگ استفاده میکنن همچنان در قوطی و در بوتل موجود است، و نمک سی سالت، پینک سی سالت بسیار هلتی میباشه، و ای هم موجود است. در ادامه از او زرشک داریم که بسیار کیفیت های مخصوصا زرشک خواه هموطنان ایراتی ما بیشتر استفاده میکنن. که خوب است بفهمید که زرشک بسیار خوب خالص. زرشک از کجاست؟ زرشک از کشور ایران میاد. ایران است. بله. اونجا لیموی خشک مخصوصا برای استفاده میکنن در پختن سبزی، که سبزی را خوشمزه میسازه. بله. خب میریم پس به طرف این طرف برین نانوایی. روزانه چقدر مشتری دارین شما؟ یعنی تو تخمینی که شما گفته بتانین در حدود نفر حساب نکردیم تا شکر الحمدلله بسیار بیزیست دکان، مصروف هستیم. یک چیز دیگه که من شما رو نو میبینم، تازه میبینم. بله. از ما یک منیجمنت نو است، و ما یک از بزنس فامیلی همینجا را گرفتیم، و دکان سوپر فود مارت، و برادرای کامرای ما دوستایی که سابق بودن هستن یا اونا هستن، فعلا هم همکار هستن، منتها مسئولیت منیجمنت و دکان کامل مربوط ما شده فعلا. خب برای شما تبریک میگم، شکر، زنده باشن. میبینیم بخیر. بعد ما بعدا میبینیم که هموطنان ما مخصوصا دکان داشتن آسان است، دکان باز کردن آسان است، ولی عمده ترین چیزی که در دکانداری هست، در تجارت هست، کاستمر سرویس است، که چقدر مشتری راضی می باشه. بله. میریم به طرف این نانوایی شما. بفرمایید. ببینید که در نانوایی چی خبر است، چون این منطقه بسیار خوب یک شکل بسیار زیبایی درست کردن. خب وزن یک دانه نان چقدر است از دید شما؟ اوشا پشتش نگرد. وزن یک دانه نان من خودم معلومات صحیح ندارم، منتها استاندارد نان است که فعلا در مارکت رو
رشد میکنه و خودتان به شکلی که میبینید کمر ما با خدا چقدر به اصطلاح انگلیسی فست هستن. بله با اسپیدش هم بسار فست هست دیگه. آقای عمر برای بینده های گرامی بگوید چند قسم نان شما اینجا آدم ایستاده لطفا؟ ما اینجا معمولا سه رقم نان جور میکنیم که نان های کامن ما داریم. نان سفید است و نان سیاه است. سبزدار سبزدار کسمان های زیاد داریم و همچنان نان روغنی که بسیار نان های و این نان های روغنی هم نام خدا خوب کش کرده و این بینده گرامی دیگه چیز داره ما میخواییم در چیز بینده گرامی ما میخواییم یک توضیح هم بتم. شما روی نان روغنی رو میبینین سیادانه زده شده و سیادانه رو شما میفهمین که اگر شما روز حداقل 7 دانه بخورین بسیار امراض از وجودتان گم میکنه. که خوب است که اگر اینی نان روغنی رو که سیادانه داره ضررش کمتر است. آقای مر داخل فریم شوین برای ما بگوین که در یک قسمت هم توضیح بتین. ما اینجا شلف مخصوص داریم برای میوه‌جات خوش که همچنان شما میبینید که محصولات خود وطن ما شماست. اینجا چی داریم؟ مثلا توت سیاه داریم، توت سفید داریم، اپریکات داریم، دو رقمش که هست اپریکات پیسیس و اپریکات خودش هست دیگه. پسته همچنان پسته ایرانی است در از چیز اصلی تیر نشین که ما اینجا توضیح داریم. بینده گرامی این هم نگاه کنیم خسته زردالوس. امیر سرش اگر بالا کنین شما ما بارها گفتیم بینده گرامی همیشه صحتمند باشین، همیشه تندرست باشین و ما آرزوی سلامتی شما رو داریم و بار بار گفتیم برای شما که مرض سرطان مرض نیست، یک تجارت است و اگر شما روزانه حداقل بین 15 تا 25 دانه خسته زردالو میخورین اما کمبود ویتامین بی ابدر است فکر میکنم اما کمبود شما که در بدنتان است توسط ازی از بین میبرین و اجازه نمیدین که سرطان به وجودتان داخل شوه و ضرر برسانه. پس یادتان باشه خسته زردالو بهترین منبع قوی ویتامین هاست. شما هموطن خود ماستین؟ خب آقای عمر کجا میبرین حال ما را؟ ما شما را میخواییم داخل رستوران ببرم. بله اینجا بسیار بولانی انواع و اقسام غذای وطنی جور میکنن. بله بفرمایید. یعنی از رستوران ما که گرل دارم بولانی نه به شکل وطنی جور میکنن. بیاین پیش بیاین کتیمو. به 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 ایتانا بولانی نیست شما بولانی گفتین ما را هم سر اشتیام میره شما. این ویندای گرامی میبینم شکل بولانی در اینجا فرق میکنه. دیگه جای بولانی که میبینیم دراز دراز است، اینجا به اصطلاح نیم مهتاب است و این هم بسیار جالب است و در این گوشه یک هم میبینیم که این دور از دلتان دور از دلتان همبرگر است و چی رنگ مقبولی داره که یعنی آدم خوش آدم میگه که اگر از این همبرگر بخوره و ما از سر بورانی پس میشیم که بورانی نسوزه و ما رو توادار نسوزن که بگوین که فیلم گرفتین بورانی سوز. خب این هنوز کوره خاموش است و ما یقین داریم که کوره برای کباب باید باشه و ما بعضی روزا اسپیشال کباب داریم اینجا. بعض روزایی که ما اسپیشال کباب داریم اینجا که سیخ کباب جور میکنن، همچنان شورما کباب داریم ها. که امروز روزش نیست من تا بعضی از وقتا باید ما جور میکنه. خب اینی هم بیندایگرامی بورانی یک ساخته شده این بولانی تازه را میال کشیدن میتونین عکس از اون بگیرین. به 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 در اینجا میبینیم که یک برادر ما بسیار مقبول مصروف صفاکاری و پاکاری و چه هستن قلم هم بدستشان است و کاغذ هم بدستشان است. شما خود معرفی کنین برای بیندای ما. سلام دوستای عزیز، بیندای محترم، نام بابر است. من در بخش آشپزخانه مصروف کار هستم. بله بسیار خوش هستم که امروز شما آمده نیجا تشریف آورده. زنده باشین. اینا لی سرای دیگه تونم برای یک دقیقه پاس کنین که ما ببینیم چی ما از همبرگر تونم تعریف کردیم. از اینجا میایم این از اینجا شروع میکنیم. بیندای گرامی این هم قابلی است که از
وی هم اینه قرمه قرمه کچالو است نه یا ای قرمه بانجان سیاست که معمولا امروزا در میلوی ما قابلی ازبکی می باشه بله. منتو این هم چلو وی هم بهبه دور از دلتان کسایی که گشنه است به ما غرض نیست بیندای گرامی ما فقط نمایش میتیم اگر اشتیای شما آمده سر بزنین بیاین بخورین مثلا تازه تا میشه و این هم فکر میکنم که سمبوسیست که خودتون درست میکنین بله خودم درست چرا رنگ ازی فرق داره؟ با استایل افغانستان است رنگ ازی فرق داره به خاطر که ما دروش از زردی تخم و ما چیز ماست استفاده میکنیم خب چی چیزهای معمولا شما اینجا پخته میکنید؟ همیشه در رستوران تو ما غذاهای افغانی میباشه از قبیل قابلی ازبکی اینه بیشتر تانو خوب است که باش که بیندهای گرامی بخواهم که این سرتیفای هست تو نیست که مثل که من یکان دفعه آشپزی میکنم بیندهای گرامی فکر کنید که هم سرتیفای نیستن خب بفرمایید در رستورانت ما در بخش رستورانت ما در سوپرمارکت ما هم غذای افغانی موجود است از قبیل قابلی ازبکی منتو آشک انواع و اقسام بولونی ها چپلی کباب و سمبوسه به استایل افغانستان خود ما جور من بسیار خوشم من یک سوال میخوام از تو کنم بفرمایید پیش بریم خواهش می کنم اینی قابلی است بله سه و این هم چلو بله. و این هم بانجان و این هم منتو بله سه اینا له تا آخر روز فروش نمیشه فرضاً باقی میمونه شما با باقی موندیش چی میکنین بر فعلا خوش شکر الحمدلله اوت یک حادثه است اگر بانه اگر بانه ما بین همکارای ما تقسیم میکنیم برشان میدیم و این بر روز دومش که با کاستمر باشه اونجا ما سر ما میره میخوایم پرتال کنیم یعنی شما به اصطلاح غذای امروز برای فردا برای هموطنان ما نمیتیم نه باسی نمیتیم هیچ وجه باسی نمیتیم به خاطر که یکی همی ایماجی که سوپرمارکت ما داره اون رو نمیخوایم خدای نخواسته خراب شود و دوم دیگه کاستمرها و مشتریای عزیز ما از راه دور به اینجا تشریف میاره و ما میخواییم که برای اونا غذای بتیم که حداقل یک لحظه به یاد افغانستان بین و به یاد وطن هستیم مهمی غذای باسی همون تعم و ذائقه و مزه و کلی چیز خود از دست میته هم میته و هم دوم دیگه سی نیست مثلا برنج که باز یک قسم لسک پیدا میکنه حتما دوم سهی نهی باشه خب حالا خب گفتین از این چیزا این حال دوستای ما مثلا میگه که خب قیمتهایتان چطوره؟ قیمتهای من بسیار قیمتهای مناسب است. بسیار قیمتهای مناسب داریم که حتی اگر در خانه آشپزی کنه هم وقت صحیح میشه و هم قیمت تمام میشه حتی ما بر شما امید چلنج دارم میتونیم که غذایی که در خانه پخته میشه و ما میتونیم که در اینجا با کیفیت خانه مثل غذای خانه با قیمت یعنی به اصطلاح کترینگ هم میکنید بله 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 تا چند نفر میتونید کترینگ کترینگ ما فعلا آشپزخانه ما بر 160 نفر مساعد است و انشالله دمی کوشش هستیم که ایده چیزتر وسیع تر بسازیم بر حدود 300 نفر عبر جان یک جان تشکر خواهش میکنم ببینید که همبرگر تازه چپلی کباب بیندای گرامی خب ما همبرگر میگیم آدم های نابلد استیم او قدر آشته ای ندیم ببینید چقدر واقعا من رنگش خوشم آمد بسیار چی چیزا دمی شما موادی که مخلوط میکنید این چپلی کباب که شما این چپلی کباب است که با استایل افغانستان ما اینو جور میکنیم اما همه قدر یک تفاوتش است که در افغانستان در روغن پخته میکنیم این جما سر تا و سر گریل اینا که این خوان سی تر شد دیگه سی تر میشه یعنی روغن کمتر استفاده میکنید خب یک کمک روغن میدینی که این تاوا دیگه تاوا باید نچسبه و مو چیز خدا از دست نده چپلی کباب افغانی ما فقط همیشه چیزی که در افغانستان استفاده میشه از گوشت و قیمه کچالوی خام گشنیز تازه مرچ منال ما کلی چای تا نه میگم مساله تا ثواب و این که نه اینا درست مساله باب ما انتقال دادین برای من هیچ مساله استفاده من نمی کنم فقط سیر و مرچ استفاده میکنم با کم و مرچ سیاه به خاطر اگر ما بیشتر مساله استفاده کنیم اون طعم افغانی خود از دست میره دقیقاً اینا به خاطر که همه غذای ما افغانی است باید چپلی کباب و بولونی همه چیز بابا جون خدمت آشپزی است که چقدر وقت دارید برای اینکه بیشتر ما خدا معلومات دقیق دقیق دارید اینجا یاد گرفتین یا قبلا جای دیگه کار کردین؟ قبلا هم در اروپا مصروف همی کار بودم تجربه که در اوجا داشتم اینجا آوردم و میره تربیزی کردم و هر روز بر من یک تجربه جدید است در کانادا با ما کوشش میکنم که زیام کرده و سخت کنم چطور
فضای اینجا خوبیش میشه یا اروپا؟ کسی که از اروپا و کانادا به خوش نمی باشه شما چطور؟ نه من کاملا خوش هستم اینجا. یعنی فکر برگشت نداری؟ فکر برگشت به این خاطر ندارم که نام خدا هموطنایی که اینجا داریم هموطنای دلزنده دلزنده و تعدادشان از اروپا که زیادتر هستند و هم یک فضایی هست که انسان اگه اینجا باشه اصلا یگان وقت هیچ فکر نمیکنین که ما خارج از کشور باشیم. مدام مثل اروپا ساعت 8 بجه کلی میره میخوابه اینجا بعض وقتا میبینیم که هموطنهای ما تا دو بجه شب هم چیده. از خودت یک جان تشکر، آرزوی موفقیت دارم سلامت و غذای خوشمزه تر است. همیشه همیشه در خدمت هموطنهای عزیز ما در شهر تورنتو هستیم. و یک چیز دیگر میخوام پرسیدم، چرا بولونیای شما به اصطلاح نیمه مهتاب است؟ دراز دراز نیمه مهتاب اینطور است شما خواستین که اگه استایل خود داشته باشین؟ نه آخر اینطور است در افغانستان بولونیای به شکل گوناگونی است. مثلا در صفات شمال که برین از این که در خورتر او را در او سه کنج رقمتر است ولی در مثلا در مزار شریف این حال ما این شکل که این سایز را که انتخاب کردیم بازی خاطر انتخاب کردیم که هم این استایل سایز بولونی کابل عزیز ماست از پایتخت و دوم دیگه ما به یک سایز هیده آوردیم که حداقل یک تایش که یک مشتری عزیز ما میگیره دامو یک دانه سیر شد. خب برانی گندنه و کچالو گندنه کچالو هست و ما در پلان ما هست که کدو را بیاریم کدو و بعض بولونی هایی که مثلا اینجا مردم های ندن ها از هموطن های عزیز ما مثلا مشتری های داریم که از هندستان و پاکستان و از سایر کشورهایی که اینجا زندگی میکنن اونا هم غذای افغانی را خوب بسیار بسیار دوست دارن و چیزی که اونا در کشورهای خود دارن مثلا از گوشت مرغ از قیمش و از گوشت کوفته بخیر انشاءالله در آینده نزدیک بورم. تشکر جانم، زنده باشین. سلامت باشین، بسیار خوش شدم، همیشه در خدمت زنده هموطنان عزیز ما هستیم. خب آقای مرد کجا رسیدیم؟ آله ما فعلا در سکشن قصابی ما هستیم. اینجا که میبینین شوکیس مرغ است، مثلا ما داریم گراند چیکن، چیکن تای بونلس که مران مرغ است بدون استخوان، چیکن برست است، وینگز است، درام استیکس است، اول چیکن داریم، چیکن لگز داریم و همچنان این قسمت فروزن ماست. غذای یخ زده دیگه یخ زده مثلا سر کله گوسفند و ریبز و شکم به گاو و گوسفند، همچنان پای گوسفند است بدر شکل فروزن لگز داریم. اینا نیوزلندی است یا کجا؟ بله از پرادکت نیوزلند است، حلال است فروزن لگز و همچنان لمشنگ ما از نیوزلند میاد حلال و فروزن آفستیل یا دمگاو داریم. این هم پای پدر گوساله پای گاو است بله که بسار گواسانه آم از برای همتون عزیزم ما به خدا خوب بیروبار هم هست دیگه هر لحظه که من میبینم بعد خدا مشتری استاد است و بله قصابی ما همیش الحمدلله مصروف و بیزی می باشه و تقریبا 50-60% سلز تمام دکان خود قصابی تکرار میکنن. ما در عموم روزایی که بیزی هستیم 6 نفر و روزایی که بین هفته می باشه خود بیزی یعنی مشتری منتظر نمیمانه مشتری منتظر نمیمانه این سند میدیم که مشتری اینجا 5-6 دقیقه زیاد منتظر نمیمانه بسیار کویک و سموت می باشه پروسسز ما تمام فوکس ما سر میز که هیچ وقت لاین اپ نشه اینجا و کاستمر زود سرویس اینجا هم داریم دیگه فکر کنم که گوشت گوساله باشه گوشت گوساله است گوساله بیبی کاو یا وایت بین میگیم گوساله سفید است همچنان گوساله است مثلا گوساله سرخ است دپالویش و میایم اون تو طرف شنگ ویل میگیم که مو مثلا مایچی گوساله می باشه همچنان سرخی گوساله است با در پالویش ما گران بیف است که فعلا تازه جور میکنن خب گران بیف معمولا تازه درست میکنن بله همه خب اینجا چی داریم؟ اینجا دیگه به اصطلاح یک دوست ما بخیر تازه آمدن از افغانستان و او عشق و علاقه شون اینه میشید از دل جگر و اینا آج سب سخی که آج سب سخی مخصوص برای شما ما در خدمت آج سب میباشیم دل جگر مرغ است از گوسفند است تازه همچنان خود گوشت گوسفند ران و دستش است. قیمت هایتان چطور است؟ قیمت های ما بسیار ویژن بالا شلدر گوشفند ما میفروشیم تازه شه خود پرادکت آف انتریو است $7.99 پر پاند $7.99 همچنان سپیشل لام دیگه فرش میتیم $8.99 پر پاند. بسیار خوب ببینیم که حال داخل قصابی شده داخل قصابی هستین اگر امون رقمه که میبینین طرف راست شما
چیز چکن است که مکمل اختصاص داریم برای گوشت چکن یا گوشت مرغ. همش پاکاری و اضافتکاری اینجا میشه. شما دیگه دشمن مرغ؟ یا کسیم وایجان هستم تمام مصرف وایجان دیگه گفتم اینجا مخصوص از این دشمنی با مرگ مرگ از 70 قسم تو تباید کنیم و دوستی با کستم های مرگ خب اینجا شما دیگه فریزرتان هست که دیگه نمیبینیم میری طرف قصابی و یک چهره بسیار آشنا را من میبینم یک چهره که هموطنان ما چندین سال است چندین سال هیچ با این چهره آشناست و این چهره را ویندای گرامی شما دیدین که همیش خوشخلق خندروی یک اون دفعه اگه قارم میشه قارش هم بازم خریدار داره بیا بابا جان یک سلام بده برای سلام علیکم برای کل افغانهای ما از کانادا، جرمنی، فرانسه، افغانستان در جای کستن جور باشن خب بیا بابا جان بگوی که چه هست ویل بونس هست، بیف بونس هست برای سرخی، برای کباب، برای قرمه، برای کفته همه چیز کار می کنید دفعه که میبینید این ماشین کفته ماست که هر نیم ساعت، یک ساعت کفته را تازه می کنید رانجیز جور می کنید و برای عزیز ما ارائه می کنید معمولا گوشت گفتر ما یک دفعه دو دفعه میکنیم ماشین میکنیم یکان را ریکوست میکنم سه دفعه ماشین میکنیم گوشت هم فرق میکنه یکی میخواید چربی داشته باشه یکی میخواید سرخی تنها باشه یکی میخواید که برای کباب کوبیده درست کنه اینیم 100% بله بله ما هر آردره که کستمارای عزیز داشتن باشن برشان میگیریم معمولا برای رستوران تا چربی فکر کنید که یام بر کدام رستوران باشه؟ بله یام گاردار اسپیشال بر رستوران جور میکنیم رستوران ایرانی است چیز دیگه که بیندای گرامی ما در اینجا دیدم کارمندا بسیار با شوق و بسیار با حیث نامو خدا کار میکنم یعنی یک دانه مرگ اگر پنج دانه توسط و در اینجا هم بخشا رو ما معرفی کردیم ولی بازم یک نگاهی دیگه مندازیم خب اینجا چیزهای تقریبا متفرقه است که بعضی کسایی که وقت خرید میکنن از اینجا بعضی چیزهای رو کار میداشته باشن میگیرن این چی هست فارس هست؟ این هنا یا برای خانم هاست که دستای خدا هنا میکنه و بسیار با کوالیتی حالا خدمت همه یعنی زنده بود و هیچ چیزی من فکر کنم کمبود نداشته باشه این مثل که ساجه قنوا و سام ساجه قد بینده گرامی و این جره هم میبینین که این نخوت و کشمش و سنجت و خسته کدو و این خسته کدو رو خود میفهم بینده گرامی که چقدر فایده داره فایده هزینه باید خودتان تحقیق کنین من نمیگم براتان برادی که اگه ما بگویم بلد میشین ولی برای آقایان خوب است که هفتوار خسته کدو بخورن مخصوصا وقتی که سن بالا میره و اینجا هم قروت است این خوب این هیچ چیزی را مطال کمبود ندیدم در اینجا که چیز کمبود باشه و این هم جلغوزه است که اون روز هم دوست ما از جلال آباد که گفتن که ما مارکت خوب میخواییم برای جلغوزه برای کانادا پیدا کنیم میریم استاد ما رو بکشین به طرف خارج دکانتان یعنی که ما هم رخصت شویم شما رو هم بگذاریم به کاروبارتان شما اینجا دارین کشیرتان است قسمت کش ماست که من... شما را وقت سودا است هلو هاو آر یو ام گود ثانکس هاو آر یو سو هاو از اوریثینگ اوریثینگز گود تو یو ورک هارد آی لوف تو اتال شریف اعمال مبارک و محمد سلام هست بینده گرامی یک چیز جالب دیگه که شما یکان دفعه میگین که پیدا نمیشه نه باز نگوین پیدا نمیشه افتا و لگن بسیار خوب مقبول که اینجا هست نه اینجا دو دانه من میبینو شاید زیاد داشته باشن خصوصا در بخش کستومر سرویس اولیت همش قرار میدهیم که کستومرهای عزیز ما
از هر بخشی که هستن و از هر کشوری که هستن، از هر بک‌گراندی که هستن، خوش خوشحال سودا خود گرفته و دوباره پاس بیان به دکان ما. خب آخرین حرفی که داشته باشیم با بیندای ما بفرمایید. فقط می‌خوایم بگویم که ما در خدمت هموطنان هستیم. هفته چند روز؟ هفته 7 روز از ساعت 8 صبح تا 10 شب دکان باز است و هر سجشن، نظریه یا کدام پیشنهاد داشته باشن میتونن به ایمیل آدرس ما روان کنن، زنگ بزنن در تلفن و با ما باز تماس شوند و شیر کنن با ما. تشکر جهان، سپاس از اینکه امروز شما در برنامه در بازار چی خبر تلویزیون جهانی امید 24 بودین. برای شما آرزوی موفقیت داریم. همچنان تشکر از شما و میخواستم یک دفعه دیگه آدرس دکان تکرار کنم. 3143 اگلنتن اوینیو ایست است، دکان سوپرمارکت سوپر فود مارت است و در انترسکشن میجر اگلنتن و مارکم قرار دارم. تشکر، لطف کردین از آمدن تا. خب بیندای گرامی، ای بود در بازار چی خبر و شما دیدین توضیحاتی که داده شد و تصاویری که دیدین. واقعا من نمیخوایم تعریف کنم، تصاویر خودش برای شما میگن که پاکی، نظافت، نظم و کاستومر سرویس، چیزی که بسیار مهم است. کاستومر سرویس که ما در اینجا دیم. حسین چطور بود واقعا؟ ما خر وقت دیگه کاستومر از یا هستم پاک. این حال شما رو یک جایز نمیتن، یک دانه بولونی اگر مکمل بگین در کجا هستین؟ ما در سوپر فود در مارکم اگلنتن، یک سوپر مارکت افغانیست دیگه. چیزی که چیزای ضرورت خانه باشه باید از همه اینجا بیای. سابق منام نابل فارم یک جایی بود. محمود میخواستم سر این همی حال فعلا نمید در کمونیتی افغانی اترستور نیست، در منطقه های اسکالبرو، مجر مکنزی یا خوت یا شمال جنوب یکانه مارکتی بسیار پاک، بسیار خوب از قبیل میوه. چیزی که دور باشه خانه، هر چیزی که ضرورت یک خانه باشه انشالله میگه پیدا. خب بنده گرامی، سفر ما در سوپر فود همینجا به پایان میرسه و اگر شما هم دوست دارین که هفته آینده در بازار چی خبر تلویزیون جهانی امید 24 باشین، با ما تماس میگیرین. خدا نگهدار.